سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت تماشاگر تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا هستید. از لندن، استودیوی ایران فردا در لندن با شما عزیزان خواهیم بود در برنامه جمعه شب تفسیر خبر. مرور میکنیم، بررسی میکنیم با میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر در استودیو، آقای دکتر علیرضا نوریزاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارم. آنچه را که آیت الله خامنه ای درباره اقتصاد مقاومتی گفته است و آنچه را که فرمانده سپاه پاسداران آقای جعفری در برابر اعضای بسیج دانشجویی در سفارت سابق آمریکا در تهران اظهار داشته، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی، آنچرا که در مذاکرات وین، مذاکرات اتمی در وین گذشت و موضوعات دیگر در همین زمینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده خوش اومدید. ما هم که قبلا خوش اومدید. بله، من باید به شما خوش اومد بگم. درود بر آقای چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای عزیز و بینندگان برنامه تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. خب آقای، در خانه پدری آقای نوریزاده عزیز، آقای خامنه ای اومده از اقتصاد مقاومتی صحبت کرده. ما تا به حال دو نوع اقتصاد مقاومتی میدونستیم. من شخصا یکی همین که در کاخ ها بود، کاخهایی که در تهران هست، جاهای مختلف، خونه های چندین میلیونی، یکی هم اقتصاد مقاومتی که در خیابون ها، کارتون خواب های ما. این دو نوع اقتصاد مقاومتی رو ما میشناختیم. این یعنی چی؟ مگه تا به حال اقتصاد ما وضعیتی شکوفایی داشت؟ هدف چی هست؟ برنامه ببینید آقای چالنگی عزیزم، آقای خامنه ای تکلیف خودشو روشن نمیکنه. از یه طرف به قول آقای رفسنجانی، ایشون از سیر تا پیاز این قرارداد رو موافقت کرده، باهاش بوده. از طرف دیگه ایشون میخواد جست انقلابیشو حفظ کنه. نخیر، به جایی نمیرسه. اگه به جایی نمیرسه چرا ظریفو میفرسین؟ اگه به جایی نمیرسه چرا اینقدر حالت ملتمسانه در برابر خارجی ها؟ چرا اینقدر دارید زور میزنید که این سانکشن یا این تحریم ها برداشته بشه؟ آقای خامنه میگه بله، امیدوار نباشید که تحریم ها برداشته بشه، شما باید اقتصاد مقاومتی بکنید. یعنی چه مقاومت؟ یعنی یه لقمه نون هم دیگه نخوره؟ یعنی تورم از 45% بره بالاتر؟ من بارها گفتم آقای چالنگی، ما در ایران یه مشکل داریم برام ولایت فقیه. این ولایت فقیه جلوی هر تحولی رو گرفت. الان رفته آقای ظریف نشسته به خانم اشتون، زمینه یک توافق اساسی فراهم شده. منتها آقای خامنه ای میدونه اگر این توافق انجام بشه دیگه نمیتونه به حزب الله پول بده، دیگه نمیتونه بره تو عراق آشوب بپا کنه، تو یمن رو به هم بریزه. چرا؟ تو بر تعهد داره. این قرارداد بی تعهد نیست، این مسئله اتمی نیست. الان قرارداد نهایی که دارن صحبتشو میکنن یه سلسله التزامات از جانب جمهوری اسلامی است، در مقابل التزامات غربه که جمهوری اسلامی رو به عنوان یه شریک میپذیرن و بهش کمک میکنن، سرمایه گذاری میکنن. اما آقای خامنه نمیتونه بیاد اپوزیسیون بحرین رو بپذیره، بگه شما خیلی قوی هستین، انشالله پیروز میشید، وقت سفارتخونم تو بحرین داشته باشه. ببینید کارهای آقای خامنه ای تکلیف خودشو باید روشن کنه. یا رئیس جمهور بشه، خب بره دنبال کارش رئیس جمهور بشه،
یا شما نمیتونید ولی فقیه باشید، رئیس جمهور و وزیر خارجه داشته باشید، حرفایی که میزنید در تعارض با حرفای اونا باشید. حتما ادامه خواهیم داد، پرسش ها بسیار هست. به واشنگتن میریم. آقای محسن سازگارا سلام به شما. سلام آقای کلنگی، عرض سلام دارم خدمت شما، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرام. آقای سازگارا، تصویری رو که ما میبینیم شهروند ایرانی که کف خیابون خوابیده یا بانوی ایرانی که کف خیابون خوابیده در پی انقلاب، خب اینا از کاری ازشون بر نمیاد که اقتصاد مقاومتی رو بهش بپیوندن، رهبر جمهوری اسلامی یا هرچه. اما خود آقای خامنه ای اقتصاد مقاومتی است، 95 میلیارد دلار سرمایه زیر نگین ایشون هست، بسم الله شروع کنن، چرا نه؟ بله، سوال درستی هم هست که چرا مثل همیشه سوال ما بعد چرا اقتصاد مقاومتی رو از خودشون شروع نمی کنن ایشون؟ ببینید، اینی که شما میفرمایید تو اقتصاددان رو بهش میگن ضریب جینی، یعنی دهک های درآمدی رو میذارن و خط شیبداری که اینا رو به هم وصل میکنه نشون دهنده اختلاف طبقاتی است در ایران. همین چند روز پیش یکی از روزنامه ها گزارش خیلی خوبی داده بود که هرگز در تاریخ ما اختلاف بین دهک اول درآمدی و دهک آخر درآمدی اینقدر بزرگ نبوده. دهک اول متوسط 44 میلیون تومان در سال درآمدشه و دهک انتهایی حداکثر 4 میلیون تومان، یعنی 11 برابر اختلاف. ضمن اینکه حالا در اون دهک اول یک اقلیت‌هایی هستند که درآمدهای نجومی و سرسام‌آور دارند. بنابراین بی‌عدالتی در این اقتصاد رانتی که با پارتی بازی و وصل شدن به حکومت می شود پولهای افسانه‌ای به دست آورد یه موضوع بزرگه. اما این اقتصاد مقاومتی که آقای خامنه‌ای مطرح کرده به موجب اصل 110 قانون اساسی که سیاست‌های کلی نظام رو رهبر باید بگه از مسیر شورای تشخیص مصلحت نظام، من واقعیتش این 24 ماده رو هرچه نگاه کردم دیدم که بعضیاش که واقعا انشاست، یعنی در دوره‌ای که فرض کنید انزوای سیاسی است و اصلا این لغت مقاومتی یعنی برای کشوری که مثلا میخواد در مقابل فشار بین‌المللی مقاومت کنه. بنابراین تمام اون حرفایی که تو این 24 ماده زده شده برای صادرات، برای واردات و غیره که خب در مورد یک کشور منزوی معنی نداره، اونا همش از دایره این 24 مورد میره بیرون. اما یک جاهایش هم یه مش آرزوه. مثلا میگم آقای چالنگی، فرض کنید ایشون نوشتند، ابلاغ کردن به هر سه قوه که صادرات گاز، پتروشیمی و برق باید افزایش پیدا کنه. همین رقم اول گاز رو بگیریم. گاز ما به دلیل اینکه تحریم بودیم، به دلیل اینکه سرمایه گذاری خارجی نمیاد به کشور، بزرگترین مخزن گاز دنیا پارت جنوبی نمیتونیم استخراج کنیم. سپاه هم پروژه‌ای که گرفت هیچ کدوم به نتیجه نرسون و همین الان برای مصرف داخلیمون ما گاز نداریم. همچی که سرد میشه سر سیاه زمستون فشار گاز رو میارن پایین و کارخانجات رو قطع میکنن برای اینکه گاز نیست به مردم بدن، جایگاه ها رو قطع میکنن، چه برسه به اینکه صادر کنیم. بنابراین مرادم این است که این حرفا راستش اگر توهین نگید من میکنم، حرفای صد من یک گازی است که به هیچ دردی نمیخوره و دو سیر نخوچی توش نمیشه پیچید که نون و آب مردم بشه، چه برسه به اینکه بخواد رهنمود باشه برای اقتصاد کشور. خب آقای نوری‌زاده، ببینید در تاریخ معاصر ایران ما میرزا آقاسی رو داریم که بالاخره یه کارهایی سعی کرد بکنه، حداقل قناعت کرد، ولی چقدر جوک و شوخی و مطایبه و این چیزا براش درست کردن که میگفتن این بابا اصلا قناعت سازی چه ربطی به میرزا آقاسی داره مثلا. اما آقای خامنه ای ما این تا اونجا میدونیم درس خارج و اینا در حوزه میخونه که ما نمیدونیم چه درسی سالا بماند. یه بار شما هم گفتین در برنامه، آقای خامنه ای چه تخصص ویژه‌ای در اقتصاد برای یک کشور مثل ایران داره که همچی؟ ببینید یک نکته رو من اینجا خدمتتون بگم که چندین نوبت هم بهش توجه شد. اتفاقا دکتر فرابخش
در یکی از برنامه‌هایی که صحبت می‌کردیم اشاره کرد. شاه تخصص داشت در اقتصاد. نه. مطالعه می‌کرد، پیگیری می‌کرد، می‌دونست. تو ارتش تخصص داشت. وقتی راجع به فلان تیاره حرف می‌زد یا فلان تانک، رفته بود مطالعه کرده بود، این چیزا رو می‌دونست. حالا بنده نمی‌خوام بگم شاه دموکراسی مثلا نماد بود، اما وقتی راجع به اقتصاد حرف می‌زد آدم خجالت نمی‌کشید. ارقام درست میگفت، به خصوص اون جلساتی که تو رامسر رؤسای دانشگاه میمدن گاهی حرفای خیلی اصولی میزن. آقای خامنه ای میخواد ادای شاه رو دراره، منتها شما با روزخونی که شاه نمیشید. شما به دانشکده افسری رفته باشی، تو مرسه سوئیس درس خونده باشی، بعد ایرون مشاورانی داشته باشی که از نوع چیابل حساب بگو همینجوری بریم عقب، از زکال ملک فروغی گرفته قوام سلطنه مصدق بیایم تو جون. خب آقای خامنه ای مشاورانش کیه؟ محمدی گلپایگانی، اسقر حجازی، دو تا آدمی که معاون وزارت اطلاعات بودن، حالا چی کار اونجا کردن؟ اومدن مشاوره ایشون شدن. ولایتی هم هست آقای علی اکبر ولایتی، برای من یک موجود شگفتی برانگیز. ایشون اون روز داشتم میخوندم 54 تا شغل داره. کی فرصت مشورت دادن با آقای خامنه ای نصیبش میشه؟ حالا در مجلس اونس آقای خامنه ای میاد، اونجا هم که حرف مطایبه و شوخی و دست انداختن رفسنجانی و خاتمی و غیره است. بنابراین کی به ایشون مشورت؟ اگر آقای ولایتی با آقای خامنه ای مشورت درست میداد، اولین مسئله این بود آقا روابطمون رو با همسایگانمون درست کنیم. پس نمیده مشورت درست، چیزی میگه که آقا خوشش بیاد. و واقعا به مصلحت آقای خامنه ای بود ایشون در درس حوزوی، چون فرصت درس خوندن نداشته مشکل داره. رساله شون هم آقای شاهرودی نوشتن که بابتش رئیس قوه قضاییه شدن. بنابراین آقای خامنه ای در مسائل فقهی نمیتونه وارد بشه. دفتر ایشون یه هیئتی رو گذاشتن که به سوالات فقهی مردم جواب بدن. بعدم ایشون رو خواستن مرجع عام بکنن، رد کردن، گفتن مرجع شیعیان خارج از کشوره. شیعیان خارج از کشورم 95 درصدشون مقلد آقای سیستانی هن، 5 درصد هم مقلد آقای شیرازی هن. بنابراین آقای خامنه ای جایی نداره جز حقوق بگیرانشون در حزب الله. منظورم این آقای چالنگی به نفع آقای خامنه ای بود تو این مسائل وارد نشه، چون لو میده خودشو، نشون میده که هیچی نمیدونه. بقیه مسائل چی؟ عرض میکنم مسائل تخصصی نظام، ارتش، نمیدونم در کارهای اقتصادی، در کارهای فرهنگی وسیع، چون نباید بیاد. ایشون باید محدودن در یه مسائلی مثل درد دلی با مردم، نمیدونم غمی از شانه مردم برداشتن، به قول شما 95 میلیارد هم دارن، منتها ایشون دائم غم از شانه حزب الله برمیدارن، غم از شانه جهاد اسلامی برمیدارن، نه از اشک از چشم مردم ایران نمیگیره، چون مردم ایران خودی نیستن. مثلا اینو پس نشستن نمیشن تو سازگارهای شرکت به انشا بیشتر میمونه، یعنی همین تو افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی. پس این واقعا افزایش مثل که مثلا اینم با دو اشاره میشه افزود. بسیار شاید هم بشه، نمیشه آقای سازگارها در ببینید آقای چالنگی با اقتصاد از امور حقیقیه به قول حکما، از امور اعتباری نیست که شما با یک آرزو، با یک درخواست خوبی و بدی و غیره، یه امر واقعی است با پارامترهای واقعی سر کار داره، در نتیجه قوانین خودش رو داره، سازوکار خودش رو داره، یعنی عرضه و تقاضا، تورم، سرمایه گذاری، نرخ بهره، اینا مطالبی است که به طور واقعی سازوکاری داره. با من بمیرم و تو بمیری و دستور و بگیر و ببند هم هیچ کدومش حل نمیشه. همین مسئله ایشون مثلا نوشتن تو اینکه بخش خصوصی مثلا فعال شود یا نهادهای موازی نقششون کم شود. خب بزرگترین نهادهای موازی زیر نظر شخص آقای خامنه ایه. ایشون همین ستاد اجرایی فرمان امام که شما هم اشاره کردین 95 میلیارد دلار سرمایه داره، یکی از بزرگترین نهادهای موازی کشوره که نه خصوصیه نه دولتیه، از هر نظارتی بیرون، اداره مالیات نمیتونه سراغش بده،
در همه سرمایه گذاری های کشور دستشو دراز کرده، یا ده ها مؤسسه ای که سپاه داره، یا خیلی از این آقایون مراجع حکومتی مثل آقای مکارم و غیره دارن. خب اگه قرار باشه نهادهای موازی نباشه، خب باید اینا رو بگیرید واگذار ملت بکنید. مردم مثل اقتصاد امریکا، مثل اقتصاد همون انگلیس که شما تشریف دارین، مردم سهامدارن، خودشون در بازار رقابت میکنن و تمام اون درسای اقتصادم خرد و کلان برای مطالعه همین سازوکار و همین گردشه. آقای خامنه ای فکر کرده شاه دستوری از بالا یک چیزی بنویسه و بعدم همین بنویسه انجام میشه، هیچ کدومش انجام نمیشه. و بعدم اصلاح در تمام این 24 ماده شما میخونین یک کلمه بحث مبارزه با فساد نیست، که الان یکی از بزرگترین بلایای کشور ماست بل. و یکی از عمیقترین دردهای اقتصاد ما فساد بزرگ و نهادینه است که سراسر اقتصاد ما رو گرفته و اگر برخورد نشه، یه شاید یه نمونه خیلی حیا حاضر پیش چشم ما در بلوک شرق همین اوکراین باشه که این روزا شلوغه. کشورهایی مثل لهستان یا مجارستان که تونستن با فساد بجامانده از کمونیستا برخورد کنن، درمانش بکنن، به مسیر ترقی افتادن. اوکراین چون این مشکل رو حل نکرد، هم چند سال پیش انقلاب نارنجی هم کرد، دوباره مردم ناراضی و مشکل. ببینید این اون مسئله ایست که اصلا الحمدلله آقای خامنه ای نه تو این 24 ماده، جاهای دیگه هم شما یک کلمه ازش نمیشنوید که راجع به فساد حرف بزنه، چون ظاهرا از نظر ایشون میلیاردها میلیارد خوردن مشکلی نداره. حد اکثر میگه که خیلی کشش ندین، مثل اون پرونده 3000 میلیاردی، یا حالا لابد مثل پرونده 9000 میلیاردی آقای زنجانی. بله. خب من همینجا اگه مهمانانمون موافق باشن، میخوام از بینندگانمون یه خواهش بکنم، اونایی که دست قلم و کاغذ دستشون هست یا بعدن این کار میتونن بکنن، به بستگانشون هم بگن این رقم 95 میلیارد دلار آقای نوریزاده تقسیم کنیم به 85 میلیون ایران، 75 میلیون، 77 میلیون، حتی 77 ما حالا بیشتر گرفتیم. یعنی به هر ایرانی از بچه کوچیک تا بزرگ بالای 1200 دلار تقریبا سهمش، یعنی یه خونه آدم 5 نفری این یه رقم، همین دو سه رقم کوچیک 87 میلیارد یورو هم باز بالای هر ایرانی از بچه کوچیک، از عزیزان ما که در هزار خورده یورو میرسه، از عزیزان ما که در خیابون میخوابن، بچهای نازنینی که الان داریم میبینیم آجرپزی ها و جاهای دیگه، اینا هر کدوم نزدیک به 3000 دلار آقایون توی همین دو قلم. اون 3 میلیارد و اینا رو هم سهم امام برای. آقای چالنگی من وسط حرف میپرم، ببخشید. نه بفرمایید. اخیراً آماری بیرون داده بودن که نه از طرف جمهوری اسلامی بلکه از طریق مقامات خود حماس بیرون دادن که جمهوری اسلامی در عرض 5 سال 2 میلیارد و 200 میلیون دلار به حماس داده. حماسی که حتی حاضر نیست حالا یک بار عکس آقای خمینی یا خامنه‌ای رو بالا ببره. 50 نفر شیعه هم که در غزه بودن رفت کتکشون زد، پدرشون رو درآورد و از خونه‌هاشون انداخت بیرون. سالی 1 میلیارد و 300 میلیون دلار به حزب الله میده آقای خامنه‌ای. من هم عکسی بالا ببرم به کارایی و اینو در نظر بگیرید، مینیمم حقوقی که یک به قول معروف مقاتل یا جنگجوی حزب الله میگیره 850 دلاره. شما به ریال تبدیلش بکنید ببینید به یک حزب اللهی که میره تو سوریه مردم سوریه رو میکشه یا رفیق خلیلی رو بمب میذاره میکشه، 850 دلار مینیمم. افسراشون تو 3500، آقایون ملاهاشون آقای نبیل قاووق 5000 دلار ماهیانه میگیره، سالی 100000 دلار هم در اختیارش برای کارهای دیگه. اینا رو شما جمع بزنی اون وقت میبینید از گلوی مردم ایران چقدر رفته میشه. بله. زمنان اخبار غم انگیزه متاسفانه. من آقای جالنگی تکلیف شما رو تا آقای نوریزاده صحبت میکردن انجام دادم، میتونم رقمش رو اعلام کنم؟ بفرمایید. بینندگانمونم فقط من یادآوری کنم، چون نمیدونم مثل خود ماها که میلیارد چند تا صفر داره، 9 تا داره. ببینید اگر شما فقط همین یه دونه 95 میلیارد دلار سرمایه ستاد جای فرمان امام رو بگیرید از آقای خامنه‌ای به ملت ایران واگذار کنین،
به هر نفر حدود 1200 خورده ای دلار میرسه که ضرب در دلار 3000 تومانی میشه 3,700,000 تومان تقریبا، و متوسط خانوار در ایران 4.6 جمعیته، بنابراین هر خانوار اندکی بیش از 17 میلیون تومان بهش میرسه که معادل تقریبا 3 سال فرض کنید درآمد خانواده هایی است که در دهک های پایینی جمعیت درآمدی قرار دارند. حالا به همین سیاق اگر شما اونایی که دست سپاه هم هست، بقیه مؤسسات مثل بنیاد مستضعفین و غیره هم که دست آقای خامنه‌ای، یا اینهایی که با رانت خوری مثل آقای مکارم شیرازی و غیره ثروت اندوزی کردن، اینها رو بگیرید و واگذار ملت بکنید، ببینید چقدر به مردم کمک میشه و اقتصاد بعدش معنی پیدا میکنه که مؤسسات بزرگ و سهامی‌های عام، کمپانی‌ها با هم رقابت کنن بدون دخالت دولت و اون جور فسادی که پشت این ثروت‌های انباشته و قدرت‌های انباشته نشسته. اون یورو هم می‌بخشید، یورو هم زحمت می‌کشید تقسیم می‌کردید. اون بقیه رو که شما یادتون هست دیگه در انقلاب آقای نوری‌زاده، آقای سازگارم یادشون یه چیزی منتشر کردن، متأسفانه طرفم کسی که منتشر کرده بود حقوقدان بود. بله. که درآمد نفتی ایران رو اگه تبدیل به 5 تومانی کنیم، 5 بار نمیدونم چند بار دور زمین، بله. خب درآمد نفتی ایران، این درآمد رو اگه این رو هم از دوستان میخوام دور زمین پول آقای خامنه ای رو اگر بچرخونیم به تومن هم نمیخواد بچرخونیم، چون به دلار بذاریم منظومه شمسی میشه به تومن، نه بعد به دلار بذاریم که واحد رسمی پول دلاره دیگه، چون اگر بخوایم به تومن تبدیل کنیم دور زمین از منظومه هم خارج میشیم. امریکای جنایتکار یه کاری کرد پول ما دلار شد، این از برکات انقلاب دیگه. با شما هستیم، گفتگو میکنیم با آقای دکتر نوری‌زاده در استودیو لندن، تفسیر خبر ایران فردا، آقای دکتر محسن سازگارا واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. خب آقای نوری‌زاده، این خبر رو من نمیگم، شما نمیگید، آقای سازگارا نمیگم، بقیه کسانی که چندان یعنی میونه خوشی با این حکومت ندارن نمیگن، مخالفن با حکومت یا هرچی، این رو ایرنا داده آقای بابک دینپرست از مسئولان یا کارشناسان هست در تهران در اختتامیه همایش منطقه‌ای کاهش و تقاضای ارزی مواد مخدر، گفته سالانه 200,000 نفر در ایران به دلیل اعتیاد از بین میرن. بله. شما میدونستین این خبر رو؟ من برای بینندگان میگم. نه آقا عرض میکنم خدمتتون آقای شالنگی، ببینید 200,000 دلایل اعتیاد رو در یک جامعه آدم باید بررسی کنه. یه جامعه هست مثل جامعه آمریکا، مثل کشور اروپایی، نه به هر حال جوان ها تو موقع دانشجویش و غیره به قول معروف یک پافی میزنند و یک حالا گرس یا حشیش یا فلان ماریجوانا، بعد هم اغلب اثرشون میفته و دنبالش نمیرن، یه آدم های معدود و محدودی میفتن توی ادراک. در جوامع مثل مال ما یکی از دلایل اعتیاد این رسیدن به یأسه، به بنبست. جوان از دانشگاه اومده بیرون، کار نداره، میخواد ازدواج بکنه، امکان نداره، اولین چیزی که میاد او رو از این عالم بیاره بیرون از این فکر مواد مخدره، بعد نظامی که خودش این رو ترویج کنه، الناس و علادین ملوکه و علادین علی اکبر، وقتی در بیت بسیاری از مراجع بساط برپاست و این رژیم تا حالا یک دونه از این مراجع یک دونه فتوا نداده که تریاک مثلا حرامه، یک دونه نه، چون خوش آقای فلسفی خاطرات علم جلومونه دیگه، خود برمید گفت تا عرق و تریاکش جور نشد سر و صدا میکرد تو زندان، پای جور گفتیم بهش بدید منقلشو بذارید دو بید. و بسیاری از این آقای را از آقای خمینی بارها سوال شد، آقا گفت بله قاچاقچی رو بگیرید بکشید اما مصرف کننده اشکال نداره. یه بارم آقای حاج آقا روح‌الله خاتمی، پدر آقای خاتمی، در شهرشون یک حاجی ثروتمندی رو که مرد محترمی بود پا
پاسدارا گرفتن که پولاشو بگیرن رو به اسم اعتیاد. روز بعد آقای حاج آقا روح الله گفت تو حیات خونش منقلشو گذاشتن و تمام رؤسای ادارات هم دعوت کرد. وقتی اومدن تو مشغول کشیدن شد، گفت من آمدم، من کشیدم نشم درستم، منم برداریم ببرید. گفت اختیار دارین حاج آقا؟ گفت اختیار دارین چیه؟ اگه ممنوعه چرا اون حاجی رو گرفتی؟ اگرم ممنوع، اگه ممنوع منم باید بگیرم، اگه ممنوع هم نیست اونو بگیر. منظورم اینه که حداقل خود بنده بسیاری از آقایون رو میدونم که معتادند و این اعتیاد متاسفانه به صور خیلی بدی هم در ایران ظاهر شده، به این معنا که الان چیزایی مثل کرک کوکائین و کرک هروئین و برنج و نمیدونم شیشه و ویران کننده چیزایی که بین جوانا رایج شده و به گفته یکی از مسئولان سپاه، یه وقتی فرمانده مرزبانی 1,000,000 دلار از کامیون‌هایی که از ایران به سوی اروپا میرفت میگرفت و این مواد منتقل. الناس علادین ملوکه ولی الناس علادین علی اکبر ولایتی هم میشه و بقیه چون من اشاره میکنم چون هویدا است و بسیاری کسانی که میتونن تشخیص بدن میتونن. من متاسفم. آقای شریعت مداری؟ من بسیار هستن. آقای چالنگی اجازه که نکته رو در همین رابطه اختیار دارید بفرمایید. حتما اگه افراد دیگه رو میشناسید ما خوشحال میشیم شما اضافه. نه من میخواستم عرض کنم که به دلایلی که آقای نوریزاده فرمودن مثل بیکاری، یأس، نبودن تفریحات سالم و زمینه‌های ورزشی که یک جوان بتونه انرژیش رو اونجا تخلیه بکنه، نشاطی داشته باشه و اینها، غیر از این موارد و یا آلوده بودن خیلی از مسئولین خود کشور، شما این رو هم اضافه کنید که قاچاق اصلی مواد مخدر در ایران دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و من از قراری که شنیدم یک چیزی حدود 8,000,000,000 دلار در سال با معامله با شبکه قاچاق جهانی درآمد دارند برای اینکه مواد مخدر هم در کشور ما میآید و هم ترانزیت میشه از کشور ما. دقیقاً. بنابراین این خودش یک مصیبت بزرگه و جالبه. اون وقت اینجا یادی بکنیم از اشخاصی مثل آقای دکتر سعید مدنی که الان زندان هستن، محقق اجتماعی ایشون، کارش اصلا رو همین آسیب های اجتماعی مثل فحشای سنین پایین یا اعتیاد یا غیره ایشون الان دستگیر کردن. همین هفته گذاشتم گفتن 6 سال زندان محکوم کردن، 10 سال هم تبدیل. بله بله. نکته رو که آقای سازگار های شرکت آقای نوریزاده گذاده چه نهاد مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد چند سال پیش که منتشر شد، اتفاقا کسی که سرپرستی این نهاد داشت یک شهروند عراقی بود که مواد مخدر تریاکی که از افغانستان میاد، شما در جریان جزئیاتش هستیم، برای بینندگان من بیشتر میگم که تا به ایران میرسه چیزی حدود 5-6 میلیارد دلار قیمت داره، بعد بیرون که میره به اروپا جای دیگه و یه روز دو روز سه روز ده روز نیست، چندین سال این ترانزیت ادامه داره. یعنی بدون دخالت دولت اونطور که آقای سازگارم گفت نمیشه همچی چیزی. نه خیلی هاش همونجا در ایران تو این کارگاهی که هست تبدیل به هروئین میشه به خارج میره. بله متاسفانه وقتی همه آلودن این آلودگی نصیب بقیه هم میشه. یه نکته برای من جالب بود، آقایون وقتی آقای زرگری بود مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر بود و اینا گهگاه میشد فردی رو میگرفتن به جرم اینکه داشتن مثلا مقداری مواد مخدر اعدامش میکردن بی دلیل. بعد شما میدید حاج قاسم فلان 50 تا کامیون داشته، میمد یه پول گنده ازش میگرفت. خود آقای خلخالی هم این کارو میکرد، بسیاری آدما رو بیچارا رو کشت و از بقیه باج گرفت. آلودگی وقتی در سرتاسر رژیم باشه همینه. خب یه آماری هم خود جمهوری اسلامی منتشر کرد که 40 ماه امروز شده، امشب برنامه باید ضرب و تقسیم کنیم منتشر گفت بالای حدود 4 میلیون معتاد هست در کشور ما. فرض کنیم نمیدونم گرم چقدی تریاک، مثلا فرض کن 10 گرم هم اگه مصرف کنم روزانه میشه ضرب کنیم دوباره میشه حدود 30-40 میلیون تن میشه. بله. نمیشه بله. 30-40 هزار کیلو چه میدونم چند تن میشه
کار قاچاقچی برکات انقلاب از خوردن برکات اما یکی از برکات انقلاب استکبار ستیزی است با آمریکا جنگیدن اونطور که مسئولان میگن آقای جعفری در همچین شرایطی که از اون ور به قول شما التماس میکنن برای روابط با غرب به ویژه آمریکا در سفارت سابق آمریکا این نشست رو داشته این خودش یه مسئله است این نشون دهنده چی هست اولا در یه همچین شرایطی میخواد و دوم این که به هر حال یه جورایی گفتن دیگه ما بغض در گلو سکوت میکنیم اختلافاتی هست واقعا بین این دو جریان آقای چالنگی من باز اینو برمیگردم به خانه اول ممکنه آقای جعفری یا یه عده‌ای که با مرگ بر آمریکا تربیت شدن باور کردن قضیه رو ولی وقتی آقای ظریف میاد میگه آقا جان آمریکا از تیر و تانک شما نمیترسه خوراک 5 دقیقه شه خب اینا دیوونه میشن برای که اینا هی اومدن موشک قادر و موشک شهاب و هی اینا رو هوا کردن و ادعا کردن که ما بلدیم امریکا رو داغون کنیم هم چند روز پیش یکیشون گفت بله ما کشتی فرستادیم به آبهای آمریکا خب این حرفا رو میزنن وقتی واقعیت آشکار میشه خب باید خون بگیری آقای جعفری میلیاردها پول این مملکت رفته این حلبی ها رو ساختن که به گفته آقای ظریف که یه متخصصه 5 دقیقه جلو آمریکا نمیتونه مقاومت کنه و بعد آقای خامنه ای اینا رو با مرگ بر آمریکا تربیت کرده بزرگ کرده امروز وقتی مشاهده میکنن که آقای ظریف با چه فروتنی که نشانه ادبش هم است میره جلو آقای جانکری دست میده و سر خم میکنه یا با خانم اشتون چجوری نشسته ناراحت میشن بهشون بر میخوره وقت میرن تو سفارت آمریکا در حالی که اینا نمیدونن 100 سال دیگه موجه سفارت آمریکا این خنده‌های اضافی ایشون زیاد نشونه ادب و اینا یعنی خوشش اومده یعنی بیچاره به جای اینکه بشین با وزیر خارجه کره شمالی حرف بزنه با کاترین اشتون داره حرف میزنه حالا که صحبت رقم و عدد شد آقای نوری‌زاده اول که ظریف اومد شما یه اشاره کردید ایشون تو یه معامله 200 میلیون دلاری دست سوال کردم اینم رقمی ایشون به من جواب ندادن ولی یک نفر از نزدیکان ایشون به من گفتن اون مبلغی که شما بهش اشاره کردید از بنیاد علوی آقای خرازی در واقع مسئولش بود و این رو اومدن خرج یه حسینیه کردن یا یه مدرسه کردن ولی بنده هنوز موندم 100 میلیون دلار خرج کردن 100 یا 200 100 میلیون دلار بس قابل نیست در دوست مشترکمون که یادش بله بله ایشون تمام اوراق و پرونده ها رو داشت که این پول از بنیاد علوی پرداخت شد با آقای خرازی در برای نگران نباشید بینندگان عزیز 100 میلیون دلار رقم چیزی نیست قابلی نیست 95 میلیارد ما داریم حالا موقع شده من فکر میکنم که دیگه به مرور روحانیون دولتی بیان کسی فتوا بده که اونها هستن آقای خامنه‌ای که به مردم خمس و زکات ایشون دیگه باید میشه یه بار این کاری کرد 95 میلیارد کم نیست برم از کنم خدا آقای سازگارات آقای جعفری حرفای زیادی هم زدن گفتن که این نسل قدیمی انقلاب رو ولش کنین نمیدونم برای چی انقلاب کردن چون اصلا اصل انقلاب ولی فقیه هست و حرفای ایشون در سفارت سابق آمریکا چی هست قضیه این اختلافات تا چه اندازه ریشه‌ای باستاب منافع چه منافع و دو طرف هست ببینید آقای جعفری در این صحبت اینجایی که گفته که حکومت دولت پیرمردها شده البته خودشون هم نزدیک 60 سالشه من نمیدونم از سنش از خیلی از وزرای کابینه بیشتره چطور یه همچین صفتی رو داده ولی گفته اینا دو دستن یا تحصیل کرده خارجن یا انقلابی دیگه نیستن عدول کردن وقتی میگن کسایی که از انقلاب برگشتن این کد آقای رفسنجانی و دوستان آقای رفسنجانیه تحصیل کرده آقای خارجم که خب به آقای ظریف و حتی خود آقای روحانی و اینا برمیگرده اینی که ایشون اصرار داره بگه من انقلابیم و ماها بغض در گلو یا اگر حالا میخواست تعبیر حضرت علی رو به کار ببره چه خار در چشم و استخوان در گلو مثلا داریم صبر میکنیم این آقای چالنگی مراد در واقع مصرفش برای امثال ایشون اینه که در بین اون هاردکور رژیم اون طرفداران
دو آتیشه حزب اللهی سفت و سختی که در مرکز این رژیم قرار دارند، به دلیل اینکه جایگاه خود آقای خامنه ای تضعیف شده و مثل شمع داره آب میشه، چون ایشون ناچار این نقش دوگانه رو بازی کنه، یه طرف بگه برین معامله رو جوش بدین برای اینکه به پولش احتیاج داره و هی زور میزنه بگه من همون انقلابی هم وسط ایستادم ولی فایده نداره، دیگرانی مثل این آقای جعفری تلاششون بر این است که از این نیروی اجتماعی برای خودشون یار بگیرن و اگر نه بنده اگر مجاز نیستم منبعش رو ذکر کنم، ولی اگر آقای جعفری بشنوه ایشون خودش میداند من چه میگویم. یک سال و نیم قبل من شنیدم که ایشون به واسطه‌ای به آقای خامنه‌ای گفته بود که آقا این تحریما ما دیگه ممکنه نتونیم مردم رو کنترل کنیم، اوضاع خیلی بده، یه جوری باید حل بشه. یعنی خود این آقایان میدانند، یا اینی که فرض کنید در وین ظرف 48 ساعت سر دستور بحث به توافق رسیدن که یک دیپلمات غربی گفته بود که به طرز عجیبی مسائل خوب پیش رفت، به این معنی است که هیئت ایرانی سر چیزهایی که میخواستن در دستور قرار بدن کوتاه اومده، از جمله بازدید از سایت‌های موشکی که یک موقعی سپاه میگفت ناموس منه، هیچ کی حق نداره دست بزنه، را نمیدم هیچ کی رو، ولی دنیا الان خب پاشو گذاشته که من بعد این سایت‌های موشکی تو رو ببینم واقعا موشک 2000 کیلومتر برد با سکوی متحرک داری که اگر داشته باشه اون وقت در منطقه مشکلزا حداقل جلوی امریکا مشکلی نیست، ولی جلوی عربستان و امارات و تا حتی اسرائیل مسئله است و اینا رضایت دادن. یعنی به سادگی در اگر میبینید در وین توافق شده برای اینکه به قول آقای فروزنده که رئیس بنیاد مستضعفان گفته بود آقا این پرونده هسته‌ای مثل قطعنامه 598 عموم شده است، منتها فرق جام زهر خوردن آقای خامنه‌ای با آقای خمینی نیست که ایشون ضمناً نمیخواد بگه جام زهر خوردم، هی کشش میده و هی با دست پس میزنه با پا پیش میکشه، اعوان و انصار ایشون هم دنبال یارگیری برای خودشون هستن و اینکه ما نیستیم و ما ناراحتیم و اینها، ولی همشون هم سنانهای چالنگی هیچ چاره‌ای هم ندارن. آقا این نوزادی چیز برمیگرده به اینکه این توافق هر چی که باشه کوتاه اومده، عقب نشینی کرده، نرمش قهرمانانه بوده، هر چی که بود ضوابط اجرایش کجاست؟ وقتی جلو چشممون ما سوریه رو داریم راجب سلاح شیمیاییش نشستند و گفتند و برخواستند، عملا اقدامی نشد، سوریه خلع سلاح کامل شیمیایی نشد. نه ببینید سوریه مقدار زیادی خارج کرد، الان بهانش اینه که راه ها امن نیست، میترسم این نیروهای مخالف رو شما آرومشون بکنین، جلویشون رو بگیرین، یعنی دوباره من اسد سوار کار بشم و وقت بقیه رو میدم. فکر نمی کنم دنیا اینو قبول بکنه. الان فشار رو سوریه زیاده و امروز هم که شنیدیم که کشورهای خلیج فارس قرار شده اسلحه بدن. سفر آقای اوباما به عربستان هم بسیار مهمه، در این سفر در واقع گفته شده باید تکلیف اسد مشخص چون بشه. عربستان بسیار از سیاست های آمریکا در مورد سوریه خوب بله انتقاد کرده و امریکا رو به بی سیاستی متهم کرد. از وید یه نکته رو در مورد آقای جعفری بگم، حتما میگوین اون کس که در جوانی دوبال شعارهای انقلابی ایدئالیستی جهان رو عوض بکنه نیست، آدم بی عاطفه‌ایه، ولی اون کسی که در پیری این شعارها رو بده آدم احمقیه. یعنی واقعا کسی که به سن آقای سن ایشون برسه هنوز شعارهای انقلابی 35 سال پیش رو بخواد بده، این آدم واقعا دچار مشکلاتی است، باید بره معالجه بشه، چون هر کسی سنش که میره بالا تأمل میکنه و میفهمه اون شعارهای مخرب چه بلایی به سر کشور آورده دست میکشه. ایشون نمیگن الان جهان رو نمیخوان به اون معنی انقلابی که عموما میشناسیم تغییر بدن، ایشون خیلی صراحتا گفته انقلابی بودن یعنی گوش دادن به حرفای ولی فقیه. یعنی اگه این گوش به حرفای ولی فقیه هم بده میدونه که ولی فقیه دستا رو بالا برده، حداقل اینو باید بفهمه که آقایون تسلیم شدن. آقای دکتر سازگارا اشاره میکنه دو روزه جدول گفتگوها تموم میشه، یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی هیچ اعتراضی نداره، فقط میخواد این سانکشن ها این تحریم ها برداشته بشه. با این تعریف آقای جعفری که گوش دادن به حرفای فقیه فقط تنها این
راه انقلابی بودن هستی. خب مرحوم چه گوارام انقلابی نبود بله، ولی فقیه البته فردا میگه آقایون بیان همه با همین جام زر رو سر بکشیم. آقای حالا سب کن، آقای جعفری رو هم آلودش میکنن به نوعی، چون به قول آقای دکتر سازگارا خود آقای جعفری دو ماه پیش گفته مثل محسن رضایی سر جنگ آخر جنگ به آقای خمینی نامه نوشت که اگر این وسایل برای ما آماده بشه ما آماده ادامه جنگیم. 400 تا هواپیما، 2500 تا تانک، اینو بردم پیش آقای خمینی گفت بابا خودتی. جام زر کوچیک‌تره، تهیه ساده‌تره. الان که میگن با پپسی هم احتمالاً این مقدار مخلوطه. و اما آقای سازگارا، همزمان در واشنگتن هم به نظر میرسه که دو نظریه وجود داره. با تحریم‌های جدیدی که کنگره افراد، اشخاص، نهادهایی رو به اصطلاح زیر پوشه، یعنی خزانه‌داری آمریکا در واقع، فهرست جدیدی که منتشر کرد، یعنی به نظر میرسه همچنان علی‌رغم بردن بالا دست‌ها در تهران یا هر چی که از تسلیم در وین یا مشابه اون، ولی ناباوری هست یا نیست؟ خیلی هم هست. در واقع بی‌اعتمادی به طرف ایرانی در امریکا خیلی بالاست و مسئله کنگره امریکا، حزب رقیب آقای اوباما، حتی داخل ادمینستریشن ایشون، داخل دستگاه اداری خودش هم این بحث به طور جدی مطرحه که تحریم‌های جدید، اون لایحه‌ای که آقای اوباما با فشار خیلی زیاد جلوش رو گرفت، اون طرح قانونی که در مجلس در کنگره بود، اون الان اختیار کنگره این است که ماه جولای، تیر ماه که انتهای اون توافق ژنو هست، اگر به جای نرسیده باشه اون رو تصفیه بکنن. یعنی یه شمشیر دموکلنس خیلی تیزی بالا سر ایران هست که اگر کوتاه نیاد اون تحریم جدید که درآمد نفت ایران رو به صفر یا به حد اکثر 500,000 بشکه میرسونه و خیلی سفت و سخت بخشای دیگه اقتصاد رو هم میبنده، اون تحریم آماده تصفیه در مجلس. به خصوص این که دقت اگر کردید شما که هفته گذشته وقتی سعی کردن گروهی در مجلس نمایندگان امریکا برای دفاع از سیاست آقای اوباما در قبال ایران نامه بگیرند از نمایندگان کنگره، 435 نماینده، فقط 100 نفر امضا کردن، 106 نفر که 4 تاش جمهوری خواه بودن، 100 تاش دموکرات بودن، دو تا فکر میکنم از مستقلین بودن. یعنی حتی از نمایندگان دموکرات کنگره که بیش از 200 نفر هستن کمتر از نیمیش امضا کردن. مراد جای پای آقای اوباما سفت نیست اصلا در سیاست خود امریکا و به همین دلیل هم نیازمند آقای اوباما با توجه به شکستش در خاورمیانه، حالا بعدی در سفر عربستان ایشون چی در میاد یا از سفر نتانیاهو به امریکا در ماه آینده چه بیرون خواهد اومد، ولی شکست ایشون در سوریه که مذاکرات صلح هم به جایی نرسید، در قبال عربستان، در قبال مصر، در قبال اسرائیل، در قبال ترکیه، و محتاج کرده آقای اوباما رو که یک جوری این قرارداد با ایران رو برسونه به انتها. این آقای چالنگی اون نکته ایست که هیئت ایرانی هم زیرکی میکنه و دائما به گوش آقای کری و آقای هیئت امریکایی میخواند که اگر هر موضوع دیگری غیر از اتمی مطرح بشه آقای خامنه ای از سر میز بلند خواهد شد و به ما مجده نمی درد بزن. من میدونم، یعنی دیدم که ادمینستریشن اوباما میدونن یه مقداریش بلوفه، ولی چون جای پای آقای اوباما صفت نیست محتاط تر میره. ضمن اینکه آقای ظریف و آقای خامنه ای هم قبولونده که تا ماه نوامبر، یعنی تا آبان ماه سال آینده بیشتر وقت نداریم که با امریکا به توافق برسیم، برای اینکه رئیس جمهور امریکا وارد سال آخرش میشه که معمولا دیگه اون وقت تصمیمات بزرگ و جدی رئیس جمهور در سال آخر نمیده. این رو هم من اضافه بکنم که پرزیدنت اوباما در سیاست‌های داخلی هم مخالفان دموکراتی پیدا کرد، یعنی برخی از اعضای حزب دموکرات آمریکا در کنگره آمریکا و سنا، مجلس نمایندگان و سنا، مخالف برخی از سیاست‌های اوباما هستند، به خصوص در مورد
بیمه و سیاست‌های اقتصادی ایشون. اما آقای سازگاره گفتن که آقای خامنه‌ای گفته غیر از اتمی حرفی زده بشه ما بعد از اون میز بلند میشیم. شما اشاره کردید که نه چون ببینید آقای ظریف این رو در رابطه با دور اول مذاکرات گفت، خب درستم بود، دور اول فقط محصور بود در موضوع اتم، ولی مذاکرات نهایی و رسیدن به یه توافق کلی به همین سادگی ها نیست. ادب مرد به ز دولت اوست. جمهوری اسلامی باید ادبش رو ثابت کنه، جمهوری اسلامی باید نشون بده که در برابر این گذشتایی که حالا غربی‌ها گذشت میدونن، سانکشن رو برمی‌دارن که البته زمان میبره، یادتون باشه این سانکشن ها به همین سادگی نیست. مثلا نظام بانکی دوباره لجیتیمایز بشه، دوباره قانونی بشه، دوباره طول میده. اما شرکت های خارجی رفتن، بله ایران یه مقدار بله یه مقدار مشکل داره. بعد صنایع نفت ایران به 100 میلیارد دلار کمک سریع احتیاج داره برای بازسازی. خب اینا همه هست، اما مسائل دیگه هم هست. من تصور میکنم این 6-7 ماه تکلیف سوریه بالاخره روشن خواهد شد. جمهوری اسلامی برگ سوریه از دستش بیفته، رو حزب الله هم همین مشکل رو خواهد داشت. همین الان شما در عراق نگاه کنید، مقتدی صدر با این موضعی که گرفته عملا طرفداران ضد جمهوری اسلامی شدن، چون برگشت گفت این رهبری حقباز از اون ور مرز اومد به ما تحمیل کردن رسما. اینو نوری المالکی بله. منظورم اینه که جمهوری اسلامی دیگه اون موقعیت گذشته رو نداره، دیگه نمیتونه یک کتازی کنه تو لبنان. حالا طرف اومده براش میاد جلوی دفتر فرهنگیش بم میذاره. یعنی دیگه این نیست که زاهیه جنوبی بیروت در اختیار جمهوری اسلامی حزب الله باشه، نه، تو قلبشون تو بلبک میرن بم میذارن. این نیست که حزب الله فقط حریری رو بکشه، کسایی هم هستن که اصلا نصرالله رو برن بکشه. و جمهوری اسلامی یک تاز نیست. و به نظر من ما در طول 6 ماه آینده اگر روند مذاکرات اینطور پیش بره، شاهد خواهیم بود که دندونه جمهوری اسلامی یک یکی کشیده خواهد. خب آقای سازگاره، حراس حکومت ایران، حراس این حکومت، این نظام از برقراری رابطه با آزاد با غرب، بگذارید بگیم با آمریکا، چون با بقیه کشورها کم و بیش رابطه ده، این حراسش ناشی از چیه؟ حال اون که چرا اینو مثلا همه پرسی نمیذارن مردم، مردمی که رفتن برای قربانیان 11 سپتامبر شمع روشن کردن، برخی از گزارش‌های داخلی خود حکومت هم نشون میداد که مردم اکثریت مشکلی با داشتن رابطه با آمریکا ندارن. آمریکا با بسیار حراس گردانندگان جمهوری اسلامی در رأسشون آیت الله خامنه‌ای ریشش در کجاست؟ حفظ ارزش‌های اسلامی است؟ اخلاقیات اسلامی چی هست؟ علی ظاهر ازشون بپرسید، همین که شما میگید این آخری رو میگن، میگن که امریکا مبلغ و مروج فساد، ما مدافعین اخلاقیات هستیم و معنویت، اونها مادیت، سرکرده دنیای شیطانی، اونان ما دنیای الهی مثلا دست ماست. که واقعیت بیرونی کسی که در امریکا حداقل زندگی کرده باشیم میبینی که از غذا جامعه امریکا بسیار جامعه مذهبی و اخلاقی، از این حیث حتی با اروپا اصلا قابل مقایسه نیست. کشوریست که نهادهای اخلاقی و دینی درش فوق‌العاده قوی هستن و مردم بسیار معتقدی هستن. اینها که آقای چالنگی به نظر من فقط بهانه است. وحشت آقای خامنه‌ای در همین مذاکرات هم یک خط قرمز بیشترشون نداره و اون این است که مسائل حقوق بشر و دموکراتیک مطرح نشود. بارها هم این دلواپسیشو ایشون گفته که ما اگر این اتمی رو بریم، نکنه که اینا فردا صبح بیان بگن که تکلیف حقوق بشر چی میشه، تکلیف این زندانیای سیاسی چی میشه، تکلیف اقلیت‌های دینی یا معتقدین به ادیانی مثل بهائیت که هیچ حقوقی ندارند چی میشه، تکلیف برابری زنا چی میشه، تکلیف کتاب چی میشه، آزادی بیان چی میشه، ماهواره چی میشه. برای اینکه حیات آقای خامنه‌ای هر مستبدی مثل ایشون به همین است که بتواند راه گردش آزاد اطلاعات رو ببنده
مردم رو بترسونه، سرکوب بکنه، جلوی تجمعات و تشکل و رشد جامعه مدنی رو بگیره، و اگر نه نمیتواند به این روش حکومت کنه. البته به عنوان یک شهروند ایرانی ما حق داریم بگیم خب آقا ایشون نتونه بکنه، به جهنم. همین که شما میگین یک رفراندوم بگذاریم ببینیم اکثریت مردم واقعا میخوان همین جوری مملکتشون اداره شه، که حتی یه نفس ساده هم نتونن بکشن از آلودگی هوا، یا میخوان که خودشون به مقدراتشون حاکم باشن. نه آقای خامنه‌ای، هر کسی دیگه ایرم اگر نخواستن کنار بگذارن و منتخبینشون باشن، به زیر بکشن و نظارت داشته باشن. خب این اونجاییست که ماجراییست که این باندای مافیایی که خود آقای خامنه‌ای در رأس بزرگترین باندش قرار گرفته، حیات خودشون در خطر میبینن. وحشتشون از امریکا به عنوان یکی از قدیمی ترین و نیرومندترین دموکراسی دنیا بیش از هر چیزی از این آقای چالنگی. برای صحبت رفراندوم هم همه پرسی شد آقای نوری‌زاده. ببینید حرف آقای خمینی که هست در بهشت زهرا، من دیگه این نشون نمیدیم، بینندگان ما میدونن که آقای خمینی گفت نسلهای پیش برای خودشون انتخاب کردن سلطنت. خیلی خوب، ما حالا نسلهای جدید، آقای خمینی هم خودشون جز نسل جدید بود، نمیخوایم. این یه حرف. حرف دوم هم حرف همین بابا آقای فرمانده کل سپاه آقای جعفری، ایشون هم که میگه نسل قدیمیه دیگه نسل انقلابی نیست، همون نسلی که رفت به جمهوری اسلامی رای داد. درسته، درست. و همون نسل اونا خواستن جمهوری اسلامی. آری، کسی هم در انقلاب نگفت فقیه، هیچ کس نمیدونه ولایت فقیه چی هست به غیر از معدود. یکی از حالا چه نمیدونن کارو، شیادی های تاریخ همین بود. حالا چه همین کارو نمیکنن همین نسل جدید؟ اینا خودشونو برهم ببینید. اصلا من یه فلسفه اومدن آقای خمینی و این ولایت فقیه این بود که اینا مهدویت رو باش بجنگن، چون شیعه حکومت اسلامی رو فقط قائم به ظهور حضرت میدونه، اصلا قبول نداره حکومت اسلامی میدونه باشه، همه مراجع همینجورن. این آقای خمینی بود، این بدعت نامبارک رو که ملا نراقی خدا بگم لعنتش کنه اوورده بود، ایشون چسبید بهش و اوورد. و آقای منتظری، آقای منتظری هم مشروعیت بهش داد و قانونیش داد. بعدم پس کرد گفت این بله چیزی نبود، گفت من چه اشتباهی. حالا منظورم اینه که ببینید آقای خامنه‌ای، اینم من خدمت رو عرض بکنم، این وحشت آقای خامنه‌ای از امریکا که حتی به بشار گفته بود اون اول آشوب ها شما اول سفیر آمریکا رو رد کنین که دوبار سوء قصد بهش کردن که بره بیرون، تا او باشه شما پدرتون در. آقای خامنه‌ای گفته روزی که آمریکا برگرده به ایران بنده چمدونم باید وردارم برم. متاسفانه ایشون دیگه مشهد هم نمیتونه بره چون اونجا هم راه نداره. بنابراین میخوام بهتون بگم ترس از آمریکا، و الا همونطور که دکتر سازگارا گفت، شما خودتون در آمریکا زندگی میکنید، مردم آمریکا مذهبی ترین مردم تمام نیم کره غربی هستند. شما در همه اروپا مثل اونا متدینه نمیبینید، و اصلا جمهوری اسلامی با دانمارک و با همه این رابطه نزدیک داره با امریکا نمیشه. ترس از امریکا اینه که روی قانون اساسی امریکا، روی پرنسیب مبانی و اصولی است که دیپلماسی آمریکا روش میسته، تکیه میکنه. اینو از اون وحشت دارن. و بعدم آقای خامنه یه عمر با این مرگ بر آمریکا خوابیده، حالا دیگه نمیتونه بلند شه و دوست عزیز آمریکا رو تخوابیده واساده. یعنی حالا خوابیدن به منزله مفهوم فلسفیش میگم، یعنی آقای خامنه ای این مرگ بر آمریکا شده شیشه عمرش. شما فردا اینو ازش بگیری چی بیاد بگه؟ بیاد استبداد خودش رو توجیه کنه؟ حالا میگه من با آمریکا در حال جنگم. حالا پسر نوه کیم ایل سونگم دیگه با آمریکایی‌ها میخواد کنار بیاد، اما آقای خامنه ای نه. اونجا که اکثر بچه‌هاشون هم سعی می‌کنن بفرستن آمریکا. بله همه شون قربونتون. همین سوال از شما دارم آقای سازگار. آقای خمینی اون حرف زد، عزیز آقای جعفری هم که این حرف رو میزنه. بنابر این وقتش نرسیده که آقا از این نسل جوان مردم ایران بپرسن بیان حرف آقای جعفری رو بزنن به رفراندوم که انقلابی یعنی ولی فقیه، و این ایشون میگه این الان اونو قدیمی شد. همین حرف بزنن ببینن آقا ولی فقیه میخوان یا نه، چه نمیکنه. خب برای اینکه میدونن اکثریت مردم رو ندارن، از همون کسانی که به قانون، ببینید رفراندوم جمهوری اسلامی که جمعیت کشور حدود 35 میلیون بوده، فرض کنیم
اون عدد درست هست، 98.5% رأی دادن فرض کن. اما 6 ماه بعد که قانون اساسی پیشنویسش نوشته شد در مجلس خبرگان اول و به آراء به رفراندوم مجددن گذاشته شد، دیگه حالا معلوم شده بود توی این جمهوری اسلامی چیه، چون قانون اساسی دیگه نوشته شده بود. 75% مردم رأی مثبت دادن، یعنی همون موقع 25% ریزش کرد، 23% ریزش کرد. اما از فرض کنیم باز شبهه رو قوی بگیریم، هر اون 75% هم اون روز میدانستند که این قانون اساسی چیه، از اون نسل که منم یکیش میشم فقط 7.5 میلیون نفر زنده هستن، که تازه این 7.5 میلیون نفر به فرمایش آقای جعفری خیلی هاشون لابد عدول کردن که ایشون ناراحته میگه پیر مردها بیان. فرض کنیم همه اون 7.5 میلیون هم که اصلا اینجوری نیست بایستاده باشن، میگن همون قانون اساسی اول خوبه. برای یک کشور 77 میلیونی داریم الان که بچه هاش در رفته 50 و چند میلیون نفر در سن رأی دادنند. بنابراین میبینید که چه اقلیت مطلقی است که آقایون به این دلیل که وحشت دارند از این که با یک جمعیت، به نظر من اون کسایی که این بساط رو به این شکل ممکنه علاقه داشته باشن، حد اکثر میشن کسایی که به آقای جلیلی رفتن رأی دادن، که از 4 میلیون رأی ایشون هم به منابع موثق میگن که واقعیش 1.8 میلیون بوده، باقیش هم آرایش کردن. بنابراین کاملا میفهمن که در 51.2 میلیون جمعیت رأی دهنده سن رأی کشور اگر باشه، هزارات 2 میلیون آقای خامنه‌ای ممکنه رأی داشته باشه. به همین دلیل از هر همه پرسی مراجعه به آرای عمومی وحشت دارن. یعنی به اندازه پولشون هم رأی دهنده ندارن، 98 میلیارد. برنامه ما امشب به دلایل اخبار روزی که مقداری ریاضی هم شد درش به کار برده. بله آقای نوری‌زاده عزیز، خب وقتی حکومت اینطوری هست که هر صدایی رو هر سرکوب میکنه، میزنه، میکشه، تنها حکومتی در دنیا که به این تعداد وکیل دادگستری در زندان داره. بله من آقای چالنگی دارم میخواد این فرصت رو داشته باشم و بگم بسیار متاسفم از توقیف روزنامه آسمان. بار دیگری محمد قوچانی بی نصیب باید گفت. من نگفتین تو برنامه خودتون. چرا حالا اون در برنامه خودم فرق میکنه، ولی الان فقط این اشاره میخواستم، شما فرمودید سرکوبی و قلقل، اینا یه جمله دکتر هرمیداس باوند رو نتونستن تحمل کنن. یه رژیمی که یک حقوقدان، یه شخصیت ملی برمیگرده میگه قانون قصاص، این قانون بدنام، ضد بشریه، این قانون درست نیست، ستونای نظام به لرزه افتاد با یه جمله و روزنامه رو هم توقیف کرد. برای امیدوارم روزی آزادی بیان در ایران واقعا جاری و ساری باشه. اما از اون ور ولی اجازه میدم به کارگزاران فرهنگی حکومت که به یه ایلی مثل بختیاری یا هر ایلی دیگه اهانت کنن. البته من گفتم تو برنامه دلیلش خود شما بودید، نه رژیم آخه مدتیست بند کرده. من میبینم سایتاشون مرتب به برنامه تفسیر خبر آقای چالنگی میپرن. گفتم این کینه خالی کردن هم بود یه مقدار. اون باز قدیم بوده، پرونده سازی های وزارت اطلاعات جمهوری هستن به طرق مختلف بوده. متاسفانه نه نمیدونم اینا بوده. اگر نبود باید ناراحت بودید. نه متاسفانه از این بابت که دامن ایلو بختیاری هم به نحوی گرفت. البته ایلو بختیاری هم خوب جواب خود شد. آقای سازگارا در همین زمینه نظر شما از اون بر یک جمله آقای هرمیداس با من تحمل پذیر نیست، اما دست کارگزاران فرهنگی باز. کمتر از 2 دقیقه وقت. بله این صاحب آقای باوند که گفته بودن قصاص غیر انسانی، حضرات هردود کشیدن که این انکار بدیهیات دین، چیزی که اگر خاطرتون باشه آقای خمینی هم زمانی که جبهه ملی همون اوائل انقلاب با قانون قصاص که تازه داشت تصویب می شد مخالفت کرده بود به کار برد، گفت الیوم جبهه ملی مرتد اصلا چون ضروریات دین رو انکار کرد، در حالی که اساسا و اصلا اینطوری نیست. آقای چالنگی این احکام فقهی که آقایون دارن و حتی احکام القرآن هم که پاره از اونها اومده
بسیاری فقها بحث‌های جدی و شنیدنی دارند که میتواند دستخوش تغییر بشه. من بحث درون دینیشو میگم، به برون دینیش کاری ندارم که اساساً به لحاظ منطق عقلی بدیهیه که شما باید اینها رو امروز تعویض بکنید، ولی حتی با منطق درون دینی آقایون هم اصلا این هوچی بازی که در بردن جا نداره و بسیاری فقها رو میشه نشون داد که چون این عقیده ای ندارن که بهانه ای بشه یک جمله آقای بابند روزنامه رو ببندن و به قول شما از اون طرف بیان به یک بخش بزرگی از هموطنهای ما توهین بکنن، که البته به قول یکیشون برای من نوشته بود که فلانی تو ما بختیاری ها رو نمیشناسی، ما کوتاه نمیایم و الحقم مبارزه جانانه در صد کشور کردن، حکومت عقب نشسته، ولی الان هموطنهای بختیاری ما میگن کم عقب نشستید. خب به هر حال قانون قصاص هرچه که هست، اگر دست یا انگشتان دزدی رو که از سر ناچاری دزد که چه ارز کنه لقمه نونی رو برداشته مال خودش نبوده قطع میکنن، صاحب 95 میلیارد دلار رو چه باید کرد و 87 میلیارد یورو و الباقی میلیارد های خانواده رفسنجانی و بقیه. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با سپاس از آقای نورزاده گرامی در استودیو، آقای سازگارای عزیز در واشنگتن. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش باد.